با تداوم مبارزه برای منع مجازات اعدام تلاش کنیم بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران آمار محکومین به اعدام تنها در زندان بندرعباس حدود 500 نفر شمارش شده که از میان این 500 تن پرونده حدود 300 نفر در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و پرونده بقیه در حال رسیدگی می باشد. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر مربوط به اعدام یک زندانی متهم به قتل در زندان رجای شهر در روز دوشنبه 27 خرداد ماه خبرگزاری ها بار دیگر اعلام کردند که در تازه ترین مورد 20 نفر از زندانیان محبوس در زندان رجای شهر کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با حکم محاربه روبرو شدهاند. بنا به این گزارش متهمان زیر شکنجه اتهامات خود را پذیرفتند و از برخی از آنان نیز مصاحبه های تلویزیونی گرفته شده است. در مورد دیگری به گزارش آژانس خبری مکریان دادگاه تجدید نظر رژیم در استان آذربایجان غربی حکم اعدام سامان نسیم اهل مریوان و 21 ساله که در زمان دستگیری 19 سال سن داشت را تایید کرد. سامان نسیم پیشتر از سوی دادگاه اسلامی رژیم در مهاباد به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود تایید حکم وی در حالی است که با فشار و شکنجه او را ناچار به مصاحبه تلویزیونی کرده اند. تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی با هدف مرعوب ساختن جامعه داس مرگ را بر بالای سر زندانیان آویختی است و هر از گاهی تعدادی از زندانیان را اعدام می کند. اگرچه طی بیش از یکصد سال گذشته در نتیجه مبارزات آزادی خواهانه بسیاری از دولتها ناچار شدهاند تا حکم مجازات اعدام را الغا و یا اجرای آن را عملا به تعلیق درآورند با این حال ایران تحت حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی در صدر کشورهایی قرار دارد که حکم اعدام در آنها به اجرا در می آید. همکنون هزاران زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند. در سال گذشته تنها 314 مورد اعدام به طور رسمی از طریق رسانه هایی که توسط رژیم کنترل می شوند اعلام شده است. این در حالی است که منابع مستقل و قابل اتکا شمار اعدام انجام شده در ایران را 544 نفر اعلام کردیاند. در ایران بسیاری از اعدام به طور مخفیانه به اجرا در می آیند. این تنز تلخ تاریخ است که مرتجی مثل آخون جنتی در روز برگزاری نمایش مزحک انتخابات به مردم می گوید قدر این همه آزادی را بدانید این در حالی است که جوانانش اینگونه به چوبه دار محکوم می شوند. در کشوری که سالانه یک میلیون و ششصد هزار نفر انسان در آن دستگیر می شوند، این اظهارات بیانگر وقاحت سران رژیمی است که برای بقای خود به سرکوب خشن و ایجاد خوف و وحشت در جامعه روی آوردهاند بنابراین مبارزه برای لغو مجازات اعدام در شرایط کنونی که رژیم آشکارا اهداف سیاسی مشخصی را از گسترش موج اعدام ها می‌کند، می کند دوچندان ضروری می شود. روشن است که اعدام زندانیان سیاسی ابزاری برای بقای رژیم و حفظ مناسبات ظالمانی موجود و رویارویی آشکار با مبارزات آزادی خواهانه و رهایی بخش در این جامعه است اما رژیم اعدام زندانیان عادی را با توجیه فریبکارانه ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای عدالت انجام می دهد این توجیهات عوامفریبانه در حالی است که خود جمهوری اسلامی امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است و این در حالی است که ابعاد اعمال خشونت و کشدار انسانها توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست جمهوری اسلامی قربانیان نظام اجتماعی ظالمانه ای را که خود بر زندگی انسانها حاکم کرده اعدام می کند تا مسئولیت خود را در ایجاد بستر و شرایطی که این گونه جنایت ها مدام در آنها باستولید می شوند پرده پوشی کند اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی تر است اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک لحظه هم از حرکت باز نمی هدف از این اعدام ها نه اجرای عدالت بلکه وادار ساختن مردم به تمکین در برابر قدرت دولت است. توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند زیرا اولا انسانها ذاتا بزهکار، قاتل قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمیآیند بلکه این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری ساق می دهد و دولتها و طبقات حاکم مسئول مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند کسانی مستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می شود را به وجود آورده اند. تجربه همه جوامع و آمار و اطلاعات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ ای امنیت مردم از طریق افزایش اعدام ها ارتقا نیافته است بلکه برعکس نفس اعدام حس انتقام جویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند. لغو مجازات اعدام به معنای آن است که جان انسان فی نفس ارزشمند است و با لغو مجازات اعدام بدون جان عده زیادی حفظ خواهد شد در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاهش میزان جنایت ندارد بلکه وقتی دولت ها قانونا دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازات اعدام میزنند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازند. تجربه مبارزات چند سال گذشته نشان داده است که تحمیل عقب نشینی به جمهوری اسلامی با برانداختن اعتراضات داخلی و بین المللی امکان پذیر است. فشار اعتراضات داخلی و بین المللی رژیم را ناچار خواهد ساخت تا موقتا هم که شده حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی و حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و امثال آنان را متوقف سازد منع اجرای حکم اعدام جوان زندانی سامان نسیم و هزاران زندانی دیگر که در انتظار مرگ به سر میبرند نیز از همین مسیر میگذرد تحمیل عقب نشینی در این زمینه بستگی به میزان بسیج نیروی توده ها دارد.